از پیش زمینه به سوی پس زمینه‌ای که به طرز زیبایی از کار درآمده می‌کشاند. به یک معنا این نقاشی را می‌توان یک نوع فاصله‌گیری فضایی از داوید، کوربه، مانه و کلود مونه به حساب آورد که همگی کما بیش توجه به تأکید نهادن بر صفحه تصویر داشتند. سورا در اینجا مسلماً به عمد کوشیده است تا سنت نقاشی ژرف‌نمای رنسانس را با توجه نوین به نور، رنگ و نقش سازگار سازد. در این نقاشی آنچه بیش از عمق یا نقش و نگار سطح اهمیت دارد جو سحرآمیزی است که هنرمند به توسط نقش‌های انتزاعی متعلق به بورژواهای پاریسی معاصر خود توانسته بیافریند. ژات بزرگ در زمینه القای خاصیت عمق خود تجربه‌ای تقریباً منحصر بود و حتی در آن نیز صفحات گسترده رنگ، نور و سایه فضای تصویر را بسته و تخت می‌نماید. در طراحی‌ها و انگاره‌های قبلی و در نقاشی‌هایی که پس از خود این تصویر کشیده شده، همه چیز به این تمایل دارد که به سطح تصویر بازگردد تا بر دو بعدی بودن سطحی که آن را ساخته تأکیدی دوباره بگذارد. در برخی از آخرین کارهای سورا، مانند پژوهش برای طراحی رقص و پایکوبی، نقطه رنگ‌ها به قدری افزایش یافته که پیکرها و محیط فضایی آنها در نقش و نگار قطعات چارگوش موزاییکوار بزرگی مستحیل شدند که چسبیده به سطح تصویر می‌نمایند. در این مرحله از تحول نقاشی نوین، انتقال از نمایش اشیاء طبیعی به کمک نقطه رنگ به نوعی انتزاع گرایی مرکب از نقطه رنگ و خطوط خمیده بدون ژرفا تقریبا کامل شد. مرحله بعدی مرحله تجربیات فوبوها و کوبیست‌ها در زمینه رنگ خط بود. همکار و مرید عمده سورا پل سینیاک بود. سینیاک در نقاشی از مناظر طبیعی از جمله صحنه‌های مربوط به فضاهای صنعتی از سورا پیروی می‌کرد. اما در کارهای بعدی خود که مناظر دریایی سرشار از رنگ بود، مرحله بینابینی نو امپرسیونیسم و فوویسم ماتیس و پیروانش را تدارک دید و با کتابش به نام اوژن دو لاکرووا در نو امپرسیونیسم تاریخ نگار جنبش نو نیز بود. تک چهره او از فلیکس فنئون، نخستین منتقدی که اصطلاح نو امپرسیونیسم را به کار برد، نمونه افسون‌انگیزی از شکل‌گرایی تزئینی است که پیروان بلافصل سورا به آن توجه کردند. شگرد سورا به دست مریدان دیگر او مثل هانری ادموند کروس و تئو فون ریسلبرگ بلژیکی غالباً تا حد قاعده‌بندی تزئینی برای بهره‌گیری در توصیف روایت‌گرایانه تنزل کرد. این نیز سرنوشت امپرسیونیست بود که ابتدا به درستی پذیرفته شود و بعد در سراسر دنیا محبوبیت پیدا کند. بدبختانه رنگ و نور که در ابتدا برای دنیا چنان تکان دهنده بود، خیلی زود به عنوان چیزی بسیار زیبا و محبوب و قابل هر گونه برداشت عامیانه باب شد. این گونه برداشت عامیانه به شکل‌های گوناگونی از هنر بازاری تا به امروز نیز ادامه دارد. دیویزیونیسم سورا از سوی دیگر نه تنها فوویسم و از جهات کوبیسم اوایل قرن بیستم، بلکه بسیاری از نقاشان و طراحان موج نو و بسیاری از اکسپرسیونیست‌های آلمانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. هنر سورا گمنام‌ترین چهار بنیانگذار نقاشی قرن بیستم حضور خود را تا به امروز به جلوه‌های گوناگون در هر رشته تجربی آن گونه نقاشی حفظ کرده است.
در نظر عموم مردم، نام‌ها و گرایش‌های گوگن و ون گوگ با تحول بعدی یعنی اکسپرسیونیست پیوند دارد. نام‌های سورا و سزان به عنوان پایه‌گذاری سنت‌های تجسمی کلاسیک که به تحولاتی از کوبیسم گرفته تا هنر انتزاعی هندسی منجر می‌شد، به یکدیگر پیوسته هستند. اما اینها همه نتیجه اشتغالات ذهن مدرن به دسته‌بندی‌هایی است. در واقع پل گوگن شاید بیش از هر نقاش دیگر قرن بیستم یک نماد رمانتیک و تجسم هنرمند به عنوان طاغی بر ضد جامعه شده است. شخصیت‌های هر یک از چهار بنیانگذار سورا، گوگن، ون گوگ و سزان به همان اندازه‌ای تفاوت داشت که سهم واقعیشان در این جنبش متفاوت بود. از نظر عموم مردم، نام‌ها و گرایش‌های گوگن و ون گوگ با تحول بعدی یعنی اکسپرسیونیسم پیوند دارد. نام‌های سورا و سزان به عنوان پایه‌گذاران سنت‌های تجسمی کلاسیک که به تحولاتی از کوبیسم گرفته تا هنر انتزاعی هندسی منجر گردید، به یکدیگر پیوسته هستند. اما اینها ساده انگاری های زیاد روانه و نتیجه اشتغال فراوان ذهنیت مدرن به دسته‌بندی ها و طبقه بندی هاست. پل گوگن شاید بیش از هر نقاش دیگر قرن بیستم یک نماد رمانتیک و تجسم هنرمند به عنوان طاغی بر ضد جامعه شده است. او پس از سالها سرگردانی نخست در یک کشتی تجاری و بعد در نیروی دریایی فرانسه در سال 1871 به یک زندگی مبتذل اما موفق قناعت کرد و به عنوان دلال سهام مقیم پاریس شد. با یک دختر دانمارکی ازدواج کرد و صاحب چندین فرزند شد. در 12 سال بعد تنها چیز نامتعارف زندگی محرمانه و بورژوایی او این بود که شروع به نقاشی کرد، ابتدا به عنوان سرگرمی و بعد با جدیتی فزاینده. او حتی موفق شد که یکی از نقاشی‌هایش را در سالن سال 1876 نشان بدهد و در ششمین و هفتمین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها در 1881 و 2 شرکت کند. سپس در سال 1883 ناگهان شغلش را کنار گذاشت تا تمام وقت به نقاشی بپردازد. گوگن ظاهراً همیشه احساس حسرتباری برای جاهای دور افتاده و غریب داشته است. این احساس نهایتاً در این اعتقاد متبلور گشت که رستگاری او و شاید همه هنرمندان معاصر در ترک تمدن مدرن و قید و بند فرهنگ کلاسیک غربی و بازگشت به الگویی ساده‌تر، اصیل‌تر و بدوی‌تر از زندگی نهفته باشد. میل به زندگی به مانند یک انسان وحشی در سال 1887 به سفرهای نافرجام او به پاناما و مارتینیک انجامید. حتی پیش از آن نیز در پی زندگی ابتدایی کمتر افراطی در دهکده برتون واقع در پونت آون بود. در سال 1888 پس از توقفش در مارتینیک به پونت آون بازگشت و بعد برای دیداری کوتاه اما تقریبا سرنوشت ساز با ون گوگ به آرل رفت.